اول اجازه بدید تشکر کنیم از کار بسیار زیبا و ماندگار و مسئولانه ای که دوستان ما و همکاران ما در مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی انجام دادن. یک کار ماندگار و ضرور و در این حال لازم بود. تشکر خاص از حمید فیدل به خاطر طراحی زیبایی که کردن، گردآوری مجموعه را مسئولیتش به عهده داشتن و مقدمه بسیار زیبا و جامعی که بر این مجموعه نوشتن که میتواند تیکه های پراکنده این روایت را در نهایت در یک خط روایی خاص سامان بده و یک فهمی دقیق‌تر و تمیزتر را امکانش بر ما فراهم کنه. من امیدوارم که دوستان ما کار سخت و دشوار را که آغاز کردن ادامه بدن و به یک نقطه برسانند که یک خلای مهمی که بعداً اشاره میکنم پر شود با این کار. این کتاب مجموعه 36 یا 37 تا روایت از قربانیان دوره های مختلف خشونت ها در افغانستان از آغاز جهاد که جناب استاد به او اشاره کردن تا دوره های متأخر و در داخل مجموعه قربانیان متاسفانه چند تایشان کسانی بودند که من از نزدیک میشناختم و این دردناک بودن قضیه هم همینه که ما کسانی را که با آنها تماس داریم میشناسیم میبینیم و از نزدیک و روز روزگار بعد یک روایتی دردناک و حکایت رو در یک متن بخوانیم که یک فرجامی تلخ را رقم میزنه که در واقع سرنوشت همه ماست. این که گفتم 37 تا 36 تا روایت، ما میلیون ها قربانی داریم در این جامعه، این فقط گوشه های کوچکی و گزینه شده ای است روایت 30 چند نفره و این اگر شما در مقیاس میلیون محاسبه کنین بعد متوجه میشین که ما چی شاهکار از تاریکی و ویرانی را، چی بدبختی و نکبت را بر این جامعه تحمیل کرده ایم و تا چی پیمانه این خشونت ها گسترده و عمیق و دردناک و ناگفته بوده. مهمتر از همه کتاب در دستبندی های کلان در حوزه تاریخ شفاهی دستبندی میشه. من نقطه شروعی بحث من دقیقا همین نقطه است و از همین جا استفاده میکنم و رفع زحمت. تاریخ شفاهی یک رویکرد علمی جدید در تحقیقات اجتماعی نسبتاً جدید هست، به خاطری که برای اولین بار تحت عنوان تاریخ شفاهی اثر آلمانی که تحت عنوان تاریخ شفاهی و در چارچوب تاریخ نویسی علمی تدوین شد، فکر میکنم که به سال 1947 در دانشگاه کلمبیا در آمریکا بود و الان میفهمیم که یکی از مراکزی که امروز در حوزه تاریخ شفاهی فوق‌العاده فعال و کارنامه بسیار درخشان هم داره همین بخش تاریخ شفاهی در دانشگاه کلمبیا است که در مورد افغانستان هم در سالهای اخیر کارهای بسیار زیادی انجام شده و امیدوارم که روز روزگار دوستان ما که دستی در کار ترجمه دارن نمونه های از این آثار را ترجمه کنن که بفهمیم آنهایی که از چشم انسان غربی آمدن در این جامعه جنگیدن، کار کردن، زندگی کردن، بعد روایت خود را مکتوب کردن، اونم در یکی از معتبرترین دانشگاه ها و کانون های علمی در جهان چی نوع فهم و دریافت را از این وضعیت داشتن و ارائه کردن. اما مقدمه بر این مسئله چیزی که باید واضح شود اینه که ما نباید سنت شفاهی را یا روایت شفاهی رو با تاریخ شفاهی یکی بگیریم. اینا دو چیز متفاوته، یعنی به دو قلمرو یا به دو پارادایم متضاد وابسته است و تعلق داره. بخش عمده از دانسته های ما از گذشته و به طور خاص پیش از تاریخ، دورانی که سنت مکتوب وجود نداره، خط و کتابت وجود نداره، بخش عمده از حوادث و رویدادها، فهم ما از خود ما، از گذشته ما، از افسانه ها و اسطوره های ما، از نیاکان خیالی و واقعی که برای خود ساخته ایم و می سازیم، از افتخارات واقعی یا مجازی یا افسانه ای، هر چیزی که هست، با
به شمول مجموعه از قواعد زندگی، ارزش‌ها، هنجارها، عقاید و باورها، فرهنگ در کلیتش از طریق گفتارهای شفاهی نسل به نسل منتقل شده و نسل‌های دیگر. بنابراین در تجربه زیسته انسان در تاریخ یک دوره طولانی تحت عنوان دوره سنت شفاهی حاکمه، اما چیزی که ما امروز تحت عنوان تاریخ شفاهی میفهمیم این با همدیگر کاملا متفاوته، کاملا متضاده. مثل همون متفاوته که میان علم هست، علمی که ما در جهان سنت داشتیم و میفهمیم یک علم، علمی که ما در ادبیات دین میفهمیم یک دلالت معنا میده، اما علمی را که ما در منظومه تجددی، منظومه معرفتی تجددی میفهمیم طبیعتا یک چیزی دیگر و کاملا دیگر آیین و متفاوته. اما فقط در کلمات مشترکن با هم، در حروف علم دیگر با هم دیگر تفاوت های بسیار اساسی و پایه داره. در سنت شفاهی ما بخش عمده از خودفهمی انسان از گذشتش از رهگذر نقل و از رهگذر گفتارها و انتقال سینه به سینه صورت گرفته. برای مثال شما الایام یا کتاب ایام العرب را شاید شنیده باشین، یک مجموعه هایی را که بعدا طه حسین این کتاب را تحتیم به همین نیت یا به اقتدای با اون اسمش گذاشت الایام، و منظورش همون یک نوع خاطره نویسی روزانه یا یادداشت‌های روزانه بود که انجام داد. اما ایام العرب به یک مجموعه وسیع از سنت شفاهی اطلاق میشد که عرب پیش از اسلام، پیش از اینکه متن مکتوب و کتابت رواج شود، خود را از رهگذر اون میفهمیدن و این فهم را و خودفهمی را به نسل‌های بعدی هم منتقل میکردن. سنت شفاهی رو شما در تاریخ نویسی زیاد میبینین، حتی بخش های از تاریخ نویسی اسلام، مثلا چیزی که ما تحت عنوان تاریخ انبیا از آدم تا خاتم داریم، این به مفهوم پوزیتیویستی کلمه یا به مفهوم علمی کلمه یا روی کرده علمی به تاریخ نیست، یعنی نقل هایی که گاهی تفکیک کردن مرز اسطوره، افسانه و واقعیت در این نقل ها عملا ناممکنه، عقلا ناممکنه، اما به عنوان یک کانون آگاهی بخش و سورس آگاهی بخش در اختیار ما قرار داره و ما همون را تحت عنوان تاریخ انبیا از آدم تا خاتم، این فاصله را متوجه هستین دیگه، این میگیریم و فهم میکنیم و به همون استناد هم میکنیم. نمونه دیگری هم در تاریخ نویسی اسلام هستم، سیره ابن هشام که جدیداً یک چاپ منقحی هم از او شده تحت عنوان سیرت رسول الله که مشهور هست به سیره ابن هشام. این نقل شفاهی در آغاز، کسانی که یک خاندانی که اونجا بودن نسل به نسل اینو نقل کردن به هم دیگه و تدوین کتاب به صورت متن مکتوب در دوره های خیلی متأخر صورت گرفته، در دوره های خیلی بعدی صورت گرفته. بنابراین سنت شفاهی بخشی از تجربه انسان در تاریخ بوده، چی در متون مقدس، در تاریخ نویسی، در خودفهمی، در ساختن یک گذشته، در انتقال یک گذشته و نسل‌های آینده و مسائل مانندی. شما حتی کتاب بشارت اهدین رو هم، بخش‌های را که هست مطابق خاطرات یا گفته‌های شفاهی که بخش از یاران و حواریون نقل کردن، اینا در مجموع من می‌خوام عرض کنم که ما هم به لحاظ تاریخی مانند هر جامعه دیگر یک سنت دیرینه شفاهی داریم که از رهگذر گفتار، نه متن مکتوب و کتابت، چیزهایی را که می‌خواهیم به نسل‌های بعدی منتقل کنیم منتقل می‌کنیم، یا باید در کتابی یا از کتابی خواند. این پس ما در اونجا هم اینه که ما گذشته را یک از راه‌هایش همین انتقال تجارب گذشته، حوادث و رویدادهای گذشته، یک حوزه‌ش یا یک بخش مهمش همین از رهگذر نقل و گفتار و شنیدن بوده. اما چیزی را که ما امروز تحت عنوان تاریخ شفاهی میفهمیم یک رویکرد علمی متفاوت هست که طبیعتاً مبادی و مفروضات معرفتی متفاوت، روش‌های اختصاصی به خود، آثار، نتایج و تبعات اختصاص به خود بر آگاهی ما داره، یعنی یک چیز هست که به آگاهی ما شکل میده. من میخوام به این اثر از همین زاویه نگاه کنم که وقتی ما میگیم تاریخ شفاهی، تاریخ شفاهی یک رویکرد علمی به حوادث هست، یک رویکرد منطقی، سیستماتیک و منظم و سازمان یافته
برای رجوع به واقعیت ها هست و از طریق مصاحبه، گفتگو، ثبت اسناد، حوادث و تجربه زیسته ای که یک فرد در لابلای یک حوادث داشته، اینا رو ما از طریق یک مصاحبه منتقل میکنیم به نسل های بعدی. در اینجا خیلی مسائل پیچیده و حساس وجود داره، هم در شیوه های مصاحبه، اینکه محقق یا مصاحبه گر یا پژوهشگر تاریخ شفاهی تا چه پیمانه مجاز هست و صلاحیت داره که در حوزه واقعیت تغییرات ایجاد کنه، در واژه‌ها، در کلمات، در مکس‌ها، در سکتگی‌ها، در جاهایی که روایت یک خط ممتد روایی پیوسته را مراعات نمی‌کنه، حافظه دچار یک نوع تقطیع و گسست هست، پس گسست حافظه ها یک نوع تقطیع روایت و ناپیوستگی روایت بر ما تحمیل می‌کنه و چیزهای مانند این. بنابراین همچنانی که ما در دیگر نهله‌ها و رشته‌های علوم انسانی، خصوصاً در حوزه مباحث متدولوژیک و روش‌شناسی، دوچار یک نوع پریشانی و یک نوع تکثر حداقل هستیم، این مسئله به صورت طبیعی در حوزه تاریخ نگاری شفاهی و کار در حوزه تاریخ شفاهی هم منتقل میشه و این نشان دهنده حساسیت کار هست که ما حواشی و چیزهایی را که اصل روایت یا متن یک روایت را مخدوش میکنه، واقعیت را دستکاری میکنه، اجتناب کنیم و تا جایی که در توان ما هست و تا جایی که در ظرفیت بشری ما و محدودیت انسانی ما به ما اجازه میده که این واقعیت را به اون گونه که هست منتقل کنیم، باید کار و کوشش خود بکنیم. اما همیشه هیچ وقت تدوین یک روایت، ارائه یک روایت، ثبت و نشر یک روایت از یک حادثه آنگونه که اتفاق افتاده ناممکنه. به صورت حتم افزودگی های دری هست، چون از فیلتر یک ذهن، یک فاعل یا یک کارگزار انسانی روایت میشه و طبیعتا او انسان خودش پیش فرض ها دارد، نظام ارزشی دارد، رجحان ها دارد، اعتقادات، باورهای مختلف داره، مهمتر از همه و برهنه‌تر از همه منافع داره و آدم ها روایاتشان رو به تناسب منافعشان و جایگاه خودشان صورتبندی و ارائه میکنه. شما در تاریخ کم موردی رو میبینین که آدم ها فرای یا فراتر از همه این قصه ها زندگی خود حکایت کرده باشه. در تاریخ اعترافات نمونه های بسیار محدودی داره، که نمونه اعترافات آگوستین قدیس هست یا اعترافات جان ژاک روسو هست. این هم همه جزئیات و همه چیزهایی که باید باشن نیست و بقیه اینها معمولا تمام کسانی که روایت کرده جانبدارانه هست. من به مناسبت به یک نکته اشاره کنم، این اواخر در لاولا کم کمک خاطره نویسی در جامعه ما و شما ترویج شده یا راه افتاده، چی به شکل متن مکتوب کتاب به صورت رسمی و جدی، اون جدیترین فرم را که ما و شما تا الان فهمیم همیست دیگه، چی به صورت ایست خاطره نویسی هایی که در فضای مجازی یا فضای سایبر صورت میگیره. شما اینجا میبینین این راویان این خاطره یک قدیس تمام عیار هست، یعنی هیچ مسئولیتی در هیچ جا نداشته جز اینکه چیزهای مهم در مرجع تصمیم گیری هست، در فتح هست، در شکست هست، در تمام جاها اینا هستن، ولی اما هیچ وقت شما یک نوع اعترافی به اینکه من در فلان حادثه یا در ایکس رویداد ممکنه مقصر باشم یا تخطی کرده باشم یا بد فهمیده باشم یا بد پیش بینی کرده باشم و نمیبینین. یک نوع شخصیت سازی کاذب، این در نهایت یک آگاهی کاذب رو و در نهایت یک منابع تاریخ نویسی کاذب رو و در نهایت همون چیزی که جناب استاد فرمودن، یک حافظه جمعی، خاطره جمعی کاذب را و مخدوش را بر ما تحمیل میکنه. ما همچنانی که در زندگی روزمره خود با خود صادق نیستیم، اعتماد در کمترین و نازلترین حد جامعه ما قرار داره، اصول و ارزش های اخلاقی که خودتان حد میزنین در چی وضعی است، الان از یک جای دیگه هم شروع میکنیم به خود ضربه زدن و خود رو ویران کردن و اون خاطره نویسی و تحمیل تولید یک آگاهی مخدوش غلط، دروغ و اینا رو ما به نام سورس تاریخی یا منابع تاریخی در اختیار قرار میدهیم و ما کشور آفرین و نفرین هستیم و فردا یک مجموعه برامی مبنا چیزهایی را تدوین میکنه و استنباط میکنه که معلوم نیست تبعاتش بر آگاهی نسلهای بعدی چیه و خروجیش در نهایت در عمل جمعی و سیاسی ما چیه. اینا رو کس پیشبینی نکرده و بهش فکر هم نمیکنه. به دو دلیل تا
این کار به نظر من مهمه، منتها مشروطی به همی که با همون شرایط و دغدغه هایی که در متدولوژی تاریخ شفاهی هست، اون ظرافت هایی که در اونجا پیشنهاد شده، مهمتر از همه و بالاتر از همه اینه که ما میتونیم در نقل فجایع و انتقال فجایع انسانی و تراژدی های انسانی عینیت و بی‌طرفی را رعایت کنیم یا نه. یعنی اینکه در نقل و جمع آوری، تدوین و انتقال فاجعه های بزرگ تاریخی در این سرزمین، آیا ما میتونیم علایق خود را، علایق قومی و نژادی خود را، علایق قومی و فرهنگی خود را، علایق دینی و مذهبی خود را، وابستگی های سیاسی خود را، وابستگی های ایدئولوژیک خود را میتونیم تعلیق کنیم، آپخه کنیم یا نه؟ یا چنین امکانی وجود ندارد؟ سلامت کار ما، ارزش و اعتبار علمی کار ما بستگی داره به میزان عینیتی که ما در کار خود مراعات میکنیم، به میزان بی‌طرفی که ما در کار خود رعایت میکنیم. اما به میزانی که ما کنترل شده و گزینش شده و به یک شکل باب میل سازی رویدادهای تاریخی رفتار کنیم، و طبیعتاً این خودش یک نوع قربانی کردن از یک مسیری دیگه و از یک منظر دیگه و فراهم کردن یک زیست جهان هست برای یک نوع آگاهی که او آگاهی هم در نهایت جز خلق فاجعه و ویرانی ظرفیت و توانایی دیگری را نداشته باشه. از دو نظر احساس میکنم که این کار مهم. البته این وقتی میگم دو نظر معنایش این نیست که هیچ اهمیتی دیگه‌ای نه، این از دو چیزی که من میفهمم چیزهای دیگه هم میتونن اضافه کنیم. اول، به صورت متعارف در تاریخ نویسی گفته میشه که خب تاریخ همه گذشته نیست، چون امکان عقلی و عملی نقل همه گذشته برای فردا ناممکن. ما نمیتونیم جزئیات زندگی میلیون ها انسان را ثبت کنیم، ذخیره کنیم و به دیگران هم رو منتقل کنیم. پس تاریخ و تاریخ نویسی به عنوان منحصر به فردترین خواستگاه آگاهی ما امری گزینش شده است. ما در بازتاب و انعکاس رویدادها و حوادث تاریخی به صورت گزینش شده رفتار میکنیم، اهم و مهم میکنیم، چی چیزهایی را مهم است نقل میکنیم، چیزهایی را که احساس میکنیم مهم نیست نقل نمیکنیم. بنابراین تاریخ به صورت عام تاریخ قدرته. این چیزهایی را که شما همین اکنون مثلا منابع را که در تاریخ افغانستان هست وقتی مرور کنین، حکایت و قصه شاهان و حواریون و منطبه آنهاست، چیزهایی را که آنها خواستن. یک دوره هم خود قدرت برای خود به صورت رسمی تاریخ می ساخت. مثلا ما در آغاز تکوین جغرافیای سیاسی به نام افغانستان در زمان احمد شاه تاریخ نویسی داشتیم بر سیاق دربار شاهان ایرانی، ابراهیم حسینی منشی اونجا تاریخ احمد شاهی را نوشت و جزی منابع در دسترس امروز هم هست. اما بعدش ما در دوران امیر حبیب الله خان یک موج از تاریخ نویسی قدرت را شاهد بودیم که با استفاده از منابع قدرت شروع شد به تدوین تاریخ، و تدوین تاریخ آنگونه که قدرت میخواست، باب میل سازی تاریخ آنگونه که شاه میخواست. شما برای همینه که در حواشی دستنوشته های کاتب، خصوصا در جلد های 3 سراج تواریخ و 4 جلد 3 سراج تواریخ به صورت مشخص در اینجا با قلم سرخ انواع و اشکال سانسور ها رو میتونین مشاهده کنین، و حتی مواردی هست که شاه با قلم خودش نوشته که درج تاریخ نشود. مثلا یک نمونهش کشتار یک مجموعه از اهل تصوف، شاه در اون گوشه نوشته که چون اعلیحضرت همایونی ارادت زیادی به اهل تصوف و فرق تصوف داره، این درج تاریخ نشود. پس ما در واقع یک دروازه‌بانی در تاریخ نویسی، اگر مجاز باشم تعبیر کنم، داشتیم که چی چیزهای درج تاریخ شود و چی چیزهای درج تاریخ نشود. بنابراین اون چیزی که ما از گذشته میشنویم، نسل امروز ما راه جز گوش سپردن به سخن گذشتگان و پیشینیان خود نداره، و اون چیزی که ما از گذشته میشنویم صدای همه گذشتگان ما نیست، یا همه صداهایی نیست که باید بشنویم. به عبارت که همه صداهای در دسترس نیست، صدای گزینه شده قدرته که در چارچوب الزامات روابط قدرت تدوین شده و به دیگران نشر و پخش شده. از این نظر تاریخ جهان، تاریخ انقلاب هفت ثور، تاریخ دوران مقاومت یک که الان صحبت از مقاومت دو هست،
دوران دموکراسی، دوران مشروطه، دوره‌های مختلف از آشوب رو وقتی شما نگاه کنین، اینا تاریخ خود را دارن و تاریخ را نوشتن که خودشان میخواستن. شما وقتی که میگن اینو شنیدین حتما یا خواندین که در روزهای اول پیروزی کودتای هفت ثور مرحوم موسی شفیق را بدون یک محکمه قانونی اعدام کردن و میگه حفظ الله نور محمدی ترکی نگران و ناراحت بود، گفت که تاریخ فردا در مورد ما چی قضاوت خواهد کرد در مرگ موسی شفیق. حفظ الله امین گفت نگران نباشین، ما تاریخ ما را خود ما می نویسیم. پس هر کس تاریخش را خودش می نویسه. وقتی این کسانی که نمی توانن برای خود تاریخ بنویسن، اینا حذف شده های تاریخ است. بنابراین اهمیت اساسی تاریخ شفاهی و کارهایی که در این قلم را صورت گرفته، یک نمونه یک مطلع انشاءالله و یک سلسله دوام کنه، اینه که ما به کسانی امکان سخن میدهیم که در تاریخ با اونها تا کنون مجال سخن گفتن داده نشده، مجال روایت تجربه هایشان داده نشده، مجال گفتن داده نشده، حذف بوده از تاریخ. بنابراین مشهور است که گفته میشه تاریخ شفاهی صدای حذف شده هاست. ما با کار تاریخ شفاهی با گروه های اجتماعی، هسته ها و واحد های اجتماعی مختلف، جریان های مختلف، چهره های مختلف، حتی افراد گمنام، افراد بی نهایت گمنام، مجال میدهیم که او هم در تاریخ صاحب صدا باشد و نسل های امروز و فردا و اون صدا را هم از تاریخ بشنوند. بنابراین تاریخ شفاهی یک نوع تلاش منظم و سیستماتیک و آلمانه برای شکستن انحصار سخن در تاریخ، این که سخن را در یک انحصار قدرت و روابط قدرت قرار ندهیم و سخن تاریخ همه ایشان آن چیزی نیست که قدرت میگوید. چیزهای ناگفته زیادی در تاریخ هست که مجال گفتن و بروز پیدا نمیکنه و اما از رهگذر تاریخ شفاهی و به میانجی تاریخ شفاهی به چنین صداهای فرصت میدهیم که شنیده شود برای نسل های بعدی. این یک نکته. نکته بعدی اینه که کشتارها و فجایعی که در تاریخ صورت میگیره مقدم بر این که این کشتارها در میدان جنگ اتفاق بیفته در حوزه آگاهی و گفتار اتفاق میفته. کشتار در تاریخ با حذف گفتار یک گروه قربانی در تاریخ همراهه. یعنی به این معنا معمولا همه انسانها تمایل شدید به کتمان جنایت دارن از این که چیزی گفته نشود برای پنهانکاری در تاریخ و خاک ریختن به یک شکلی بر روی جنایات و فجایعی که صورت گرفته. اگر از این زاویه نگاه کنیم، جریانهایی که در افغانستان به کشتارهای خشین و بی‌رویه متوسل شدن، برای چنین کشتارهای گفتارهای را تولید، تمهید و تولید کردن و نشر کردن که یک نظام مشروعیت ساز و توجیهی رو برای کشتار فراهم کنه. یعنی کشتاری که در حوزه سیاست و قدرت سخت صورت میگیره در حوزه فرهنگ مشروعیت کسب میکنه، با پشتوانه مشروعیت فرهنگی کشتارها برای همه به یک شکل قابل قبول میشه، هم برای قاتل، هم کسانی که در کار کشتار انسان و سلاخی انسانن، هم برای اونها چنین امری آسان و ممکن میشه، قابل قبول میشه، قابل پذیرش میشه، هم برای کسانی که به یک شکل قربانی میشن. شما همین تیکه ایره که الان این خانم قرائت کرد، شما اونجا دیدین تای اون داستان این بود که شوهرش توصیف کردن تیاره کشت، شوروی کشت، تیاره شوروی کشت، بمی شوروی کشت، اما در نهایت میگه چی کنیم، خدا برد. این یک نوع تولید آگاهی است. وقتی خدا جای را اراده کنه که منو ببره، بنده دیگه بنده رو نام خیشتن نبود، هر چی ما رو لقب دهاد آن این دیگه، در اون صورت بنده چی اعتراض داره؟ خدا تو رو امروز آورده فردا برده دیگه. مگه وقتی تو مالکیت هیچ چیزی این جهان و تا یک نفست هم مال خودت نیست، پس بر چی معترضی؟ امروز تو رو گرفته دیگه تمام.
پس متوجه میشین این یک نوع خلق گفتار مشروعیت بخش برای قربانی کردن، اینکه ما بتانیم با فجایع تاریخی و راحتی کنار بیاییم و بیشتر از همه اونا در این حوزه مورد حوزه کنجکاوی و تأمل نکنیم. بنابراین تاریخ نویسی شفاهی علاوه بر این که ما را از نظر غنای منابع تاریخی و تکثر منابع تاریخی بی نهایت کمک سرنوشت ساز میکنه، به یک معنا چالشی هست در حوزه آگاهی با گفتار مسلط، با تاریخ نویسی قدرت. یعنی در یک شکل ما کلیت گفتاری را که دیگران تولید میکنه، اون کلیت روایت را که قدرت تولید میکنه یا دوست داره دیگران فقط همین روایت کنترل شده در باب فجایع تاریخی را بدان از حفظ کنن و بدانن، و فراتر از او حوزه نامحرمات و حوزه ممنوعه سخن هست، یک قلمرو ممنوعه سخن هست، یک نوع چالش است با همین کلیت. ما به یک نوع تلاش میکنیم که از طریق بازتاب صدای حذف شده ها اون روایت مسلط در تاریخ رو با چالش مواجه کنیم و یک ضد روایتی از حاشیه آن خلق کنیم که زاویه ناپیدایی یا تاریک یا ناگفته واقعیت ها رو هم برای ما روایت کنه. اون بخش رو در واقع تاریخ شفاهی یک نوع بین سطر نویسی در تاریخ است. اون چیز رو که تاریخ مسلط نوشته، ما در لابلای سطور یک روایت های کوچک رو می نویسیم که انحصار را بشکنیم و اون اجازه بدهیم که در تاریخ صداهای گوناگون شنیده شود، از جمله صدای قربانی. و نکته آخر اینه که تاریخ شفاهی در واقع یک منبع ذهنی برای تاریخ نویسی در گام اول. یعنی ما سعی میکنیم از طریق مصاحبه و گفتگو چیزهایی را که در ذهن یک مخاطب هست مطابق اصولی که در مصاحبه های تاریخ شفاهی در متدولوژی تاریخ شفاهی پیشنهاد شده اینا رو بیرون استخراج کنیم و تبدیل کنیم، ثبت کنیم، ضبط کنیم و تنقیح کنیم تا اونجایی که اجازه داریم، نه در تصرف دخل تصرف دستکاری در اصل متن روایت و ایر بر دیگران نشر کنیم. بنابراین کار به صورت انحصاری در حوزه زبان هست. این سخت‌ترین کار ممکن هم همینه. بنابراین به میزانی که مصاحبه شونده یا قربانی یا کسی که یک روایت از یک قربانی رو به عهده میگیره به میزانی که کار او حساس و مهمه، بالاتر از او و بیشتر از او کار کسی حساس است که مصاحبه گر هست و در واقع سعی میکنه که از طریق مصاحبه چیزهایی را که ممکنه برای کسی که مصاحبه طرف مصاحبه ما هست مهم نباشه، با توجه به معیارها و اصول و شاخصهایی که در راهی میکنه اینه که تعیین میکنه. بنابراین این کار یک طرفه نیست، صرف یک مصاحبه عادی نیست که ما در برابر یک کسی بشینیم بعد بگوییم که بر تو چی رفته است و او صحبت کنه و بعد کار ما تمام شده باشه. نه، در واقع یک نوع بینازهنیت، یک نوع سهیم شدن در ذهن دیگرا و در آگاهی دیگرا، و این دوتا هست که روی هم رفته یک چیزی را تولید میکنه که ما از او تحت عنوان تاریخ شفاهی یاد میکنیم. مثلا مولانا گفته بود که زبان پرده آویخته به درگاه جان، این جان کابولی نه، منظورم این که میگم زبان پرده آویخته بر درگاه جان هست، معنایش این میشه که ما مصاحبه‌گر در واقع این پرده ای را که بر درگاه جان یک انسان آویخته است کنار میزنه، یک نوع برملاسازی و آشکارسازی یک جان بر دیگرا هست. ما در واقع از طریق مصاحبه جان یک انسانی را بر دیگرا میگشاییم و اجازه میدیم که دیگران در واقع به تماشای جان آنها بشینند. این متن حکایتی از جانهایی است که تجربه درد و فقدان را در اینجا در واقع به شکلی در برابر ما گشوده. کار ما و کار جامعه آکادمیک و دانشگاهی ما دقیقاً از همین نقطه به بعد شروع میشه که از طریق تأمل در گفته های دیگران، از طریق تماشای جانهای قربانی که در این جامعه صورت گرفته، با کشف وقایع حوادث و رویدادهای تاریخی بپردازه و در نهایت راه باز شود برای تاریخ نویسی متفاوت از تاریخ نویسی قدرت، و در نهایت راه بار شود برای تکوین یک آگاهی متفاوت از اونچه که تاکنون داشتیم، و در نهایت گام بگذاریم در مسیر نظریه پردازی برای فهمی اون چیزی که در این سالیان و در این قرون و در این اثار بر ما و بر نیاکان ما رفته است. خیلی متشکرم از توجه همه ایتان.